الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى اهل بيته ولعنة الله على اعدائهم اجمعين. سلسله بحث‌های ما درباره اصول عقائد رسیده به بحث معاد. درباره معاد یه مقداری ما از نظر عقل بررسی می‌کنیم، دلیل عقلی معاد را و بعدم بعد معاد و چگونگی معاد را در یکی دو نشست با هم صحبت می‌کنیم. اصل مسئله معاد را علاوه بر دلیل‌هایی که ما داریم، اصولاً به آدم لجبازی که هیچ دلیل را قبول نمی‌خواد بکنه اگر برخورد کردیم، گاهی آدم برخورد می‌کنه با یه افراد لجباز. افراد لجوز را چجوری باشون حرف بزنیم؟ ائمه علیهم السلام گاهی با افراد زندیق و منکر برخورد می‌کردن. هر چیزی بهشون گفتی که توش بالا می‌انداخت. زیر بار هیچ دلیلی نمی‌ره. عاقبت ائمه علیهم السلام در مباحثه با این سقنه افراد رو حساب احتمال بررسی می‌کردن. احتمال معنیش اینه. عرض می شود که اگر شما احتمال بدید 10% احتمال بدید 90% احتمال بدید که اگر فلان جنسو بخرید 10% سود میبرید. آقایون تو بازار این کارو میکنن یا نه؟ یعنی احتمال زیادی میدن که اگر این قالی رو بخره 1000 تومان میفروشه 1100 تومان. بازاری ها این کارو میکنن، این قالی رو میخرن یا نمیخرن؟ ها؟ ولو سودش کمه، 10% سود باشه، البته که 10% هم کم نیست، فرض کنیم ولو 10% سود باشه، باز این اقدام میکنن قالی رو میخرن. 90% احتمال بدن که سود میشه میخرن. حالا اگر احتمال کمتر زدن، 70% احتمال دادن چیزی گیرشو بیاد، 30% هم احتمال دادن چیزی گیرشون نیاد. ولی اگر این 70% یعنی چه احتمال چی کمتر است از 90% کمتره، ولی اولی سود 30% جنسو میخرن برای فروش یا نمیخرن؟ ها؟ میخرن. ولو 70% احتمال 30% احتمال هم فایده نداشته باشه، ولی خب 70% احتمال میدن که 30% سود بکنه. باز هم نیست، باز اگر احتمال کم شد اما سود زیاد. مثلا ما اگر 50% احتمال دادیم، 50% احتمال دادیم که سود داره. اگر من این فرشو بخرم 50% ممکنه فایده ببرم، 50% ممکنه فایده نبرم، اما اگر فایده برم پول خیلی گیرم میاد، 50% سود گیرم میاد. ما یه قالی می‌خریم 1000 تومان، یا می‌فروشیم 1500 تومان 50% سود داره، یا نه همون 1000 تومان چیز گیرون نمیاد. می‌خریم یا نه؟ بازاریا می‌خرن؟ اگر 20% احتمال بدیم، 20% احتمال بدیم 80% فکر می‌کنم چیز گیرون نیاد. یعنی 20% ممکنه چیز گیرون بیاد، اما اگه چیز گیرون بیاد 80% چیز گیرون میاد. 1000 تومان میشه 1800 تومن. گرچه احتمالش ضعیفه، ولی خب اگر چیزی گیرون بیاد یه شکم سیبید. باز بازاری رو میخرن؟ اگر 5% احتمال بدیم چه چیزی گیرون میاد، 95% فکر میکنم این قالی برای من سودی نداره، ولی 5% احتمال هم سود داشته شد. اما اگر سود داشته شد، سودش 95%، سودش زیاده. باز اقدام میکنم یا نه؟ حالا اگر 1% هم احتمال بده، 1% احتمال بده اما 99% سود داشته باشه، بازم اقدام میکنه. حالا اگر 1/10 احتمال بده، 1/10 احتمال بده، مثل بلیط‌های بخت آزمایی رژیم قبل، 10,000 تا بلیط که پخش میکردن یکیش برنده بود، 9999 تاشم
گسترنده نبود. یک ده هزارم من که یه بلیت بحرساس لای فرض کنید بگیرم، یک ده هزارم احتمال نبرنده شم، اما اگر برنده بشم یک آپارتمانه. مسئله ده هزار تومانی بیست هزار تومان نیست، یک آپارتمانه. بازم میدیدیم مردم چی؟ گرچه یک ده هزارم احتماله، خیلی احتمالش کمه، اما چون سودش زیاده مردم. دوستان عزیز، اگر با یک پسر لجبازی برخورد کردی و هیچی هم هرچی دلیل برش میاری قانع نمیشه، گاهی هم قانع میشن ولی برای که جفت بگیرن میگن حل نشد، چون کت بالا انداختن هیچ چیز نداره، خرجی نداره. و خیلی افراد روشن فکریشونو در کت بالا انداختن میدونن. حالا از اونا بزنیم، گاهی آدم با افراد اینطوری برخورد کنه چه کنی؟ میگم داداش ما 100% یقین داریم معاد هست، آدم های شکم 50% چی؟ فکر میکنن معاد باشه. اگر یه آدم مثل تو لجباز بود، یک در هزار، یک در ده هزارم از گفته دینها، کتاب های آسمانی، پیامبران، مؤمنین، از تمام این کتاب های آسمانی و 24,000 پیغمبر، یک هزارم هم که احتمال بده. بله خب احتمالش دو تومن سه تومن، یا جهنمیست که انسان میسوزه یا بهشتیست که انواع کاخها توش هست. هرچی هم احتمال کم باشه، توجه دارید؟ هرچی هم احتمال کم باشه، چون سود و ضرر زیاده، حقش اینه که انسان اقدام کنه. بنابراین داداش بنده نماز میخونم، یه نفرم نماز نمیخونه، بالاخره یا قیامت نیست یا قیامت هست. فرض کنیم این طوری که به حرف میزنم با طوری که امام با آدم زندی خرزده، یعنی با آدم لجباز، فرض کنیم قیامت نبود، داداش بنده چه ضرری کردن؟ میگه یه رکعت نماز که میخونم چقدر طول میکشه؟ الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله، ساعت لسان دیگه یه رکعت نماز بخونم دقیق، الله اکبر، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اهدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیهم غیر المغضوب علیهم ولا الضالین. بسم الله الرحمن الرحیم، قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد، سبحان ربی العظیم و بحمده الله اکبر، سبحان ربی الاعلى و بحمده الله اکبر، الله اکبر، سبحان ربی الاعلى و بحمده. چقدر کشید یه رسه شد؟ سی ثانیه، چل ثانیه، پنج ثانیه، تمام این هفته رکعت ده دقیقه بیشتر. اگر معادی نبود، فرض کنیم اونطوری که زندیق و منکر خدا و پیغمبر همه چیزی میگه، اگر معادی نبود بنده که نماز خوندم ضرری؟ فوقش یه کار لغوی کردم، نظر تمام کاری که تو میکنی. مگه شما یه زنجیر نخریدی 40 سال تو خیابون رو میرفتی همچی میگردوندی که اون توشو دیدی و میگردی؟ ها؟ همون کاری لغوی که تو کردی منم، اگر معادی نبود من ضرری نکردم، اما اگر معادی بود، شما این که این همه دلیل داریم به این که معادی هست، قرآن و عقل ثابت میکنه معادی هست، اگر معادی بود شما این که هست، تو که نماز نخوندی؟ ها؟ این میگن دفع ضرر احتمالی. با من توجه دارید؟ یه مثال بزنم، ما میخوام از اینجا بریم تا یک کیلومتری، یه گروه میگن تو راه سگه، یه گروه میگن نه سگ نیست، یه عده میگن آقا یه دشمن خطرناکه کل توی اسلحه برداره، یه عده میگن نه نمیخواد. بالاخره گروه یه اسلحه چیزی با خودشو برمیدارن، یه گروه هم دست خالی میرن. اگر نبود یه آقای که اسلحه ورداشته، یه چماق یه اسلحه ورداشته، چی چقدر ضرر کرده؟ هیچی، 60 کیلو خودشو میکشه، نیم کیلو هم اسلحه، 2 کیلو 3 کیلو هم چماق. اگر خطری نبود من ضرری نکردم، اما اگر بود چمانی که همه میگن هست، اگر بود اینا که دست خالی هستن. بنابراین آقا ما رو هر حسابی هستم، نهار بعد از ظهر ما سالی 30 روز بنام ما رمزون، این نهار بعد از ظهر نهاری که باید 2 بعد از ظهر بخوریم، 6 بعد از ظهر، 8 بعد از ظهر بخوریم،
یه مقدار تحمل میکنیم. یا قیامتی نیست یا قیامتی هست. اگر فرض کنیم نبود، ضرر نکردیم ما، هیچ ضرر نکردیم ما، برای خاطری که نهار بالاخره خوردیم، 4 تا 6 تا 10. اما اگر قیامتی بود، چون که قرآن میگه هست، چون که ادیان آسمانی، چون که عقل میگه هست، اگر بود اونی که اعتنا نکرده چه خواهد کرد؟ این یک بیانی که خلاصه به هر نحو باز ما پیروزیم و اونهایی که بی‌اعتنا هستن ضرر هم کرد. اینو در اصطلاح طلبگی بهش میگن دفع ضرر احتمالی، یعنی آدم عاقل باید احتیاطاً یه چرخ زاپاس تو ماشینش بگذاره. اگر پنچر نشو، خب ماشینی که میکشه پنج نفر شش نفر یه چرخ هم میکشه. اما اگر پنچر شد و تو زاپاس نداری چی؟ ما هر حرفایی که میزنیم خواهی دو توپخش رو نمیدیم، این غیبت رو نمی کنیم، ضرره نمی کنیم که. بنابراین اعتنا به مسئله قیامت باید بشه، ولو رو حساب دفع ضرر احتمالی نسبت به آدم لرجباز. اما ما مسلمان ها که الحمدلله یقین داریم، دلیل هم داریم، دلیلش هم حال مقدارش رو برای دوستان نقل میکنن. الان دیگه از اینجا، از این کلاس که میدیم بیرون، اگر دیدیم یه پسری اعتنا به مذهب نمیکنه، اظهار علاقه به نماز نمیکنه، فرض کنید روزشون میخوره، بی اعتنا میکنه، ما الان افتخار میکنیم، چون ما از اون ماشین هستیم که تایر زاپاس داریم. خیلی برن اونها فکر کنن که بی اعتنا هستن. در باره معاد گفتیم قرآن میگه بی توجهی به معاد ما مایه همه خطرهاست. قرآن میگه عده از قرآن از عده‌ای که انتقاد میکنه میگه نسو یوم الحساب، اینها فراموش کردن روز قیامت را. قرآن تعریف بعضی از انبیا رو که میکنه میگه انا اخلصناه خالصا ذکر الدار، ما یاد قیامت را در نظر اون پیامبر زنده نگاه داشتیم. ایمان به قیامت خیلی اثر سازندگی و نقش سازنده در ما داره که انسان بتونه مسئولیت داره. بعضی این دادگاه های انقلاب اسلامی این مامورین شکنجه‌گر که می‌آوردن میگفتن شما چرا همچی کردید؟ میگفتن ما احتمال نمیدادیم یه زمانی در چنین دادگاهی حضور داشته باشیم. بعضی از تیمسارها رو که اعدام کردن گفتن اصلا شما چرا در رژیم سابق دست به این همه جنایات می‌زدید؟ میگفتن ما احتمال نمیدادیم که این رژیم به این قوی که بند به همه دولت ها هست یه زمانی سقوط کنه. خلاصش اگر کسی توجه پیدا کنه که در دادگاه انقلاب اسلامی حاضر میشه، یه خورده جنایاتش کم میشه. تازه اینها انقلاب دادگاه مردمی تا دادگاه الهی، حساب دادگاه الهی رو بعد بحثشو مقدار میکنه. اما دلیل معاد دلیل معاد را میتونیم چند دلیل بگیم. یکی از راه حکمت و یکی از راه عدالت. از راه حکمت این که اگر معاد نباشد آفرینش عبث خواهد بود. چطور؟ شما فرض کنید این زمینه و اینم ریشه های درخته. ریشه های درخت مواد غذایی رو از زمین جذب میکنه، میده به ساقه، ساقه میده به گل و میشه میوه، میوه میشه جزء غذای پدر و مادر، میشه اسپرم و تکسلول و نطفه. این تکسلول هم در رحم مادر رشد پیدا میکنه، میشه نوزاد. نوزاد به دنیا میاد، حرف زدن یاد میگیره،
راه رفتن یاد میگیره، کودکستان میره، دبستان میره، راهنمای میره، نظری میره، دانشگاه میره، دوره تخصصی میبینه، تجربه زیاد میشه، هی رشد رو رشد رو رشد تا میشه یک انسان چی؟ کامل. کامل. این انسان کامل همون طفل بود. طفل همون نطفه بود. نطفه همون میوه بود. میوه همون مواد غذایی خاک بود. پس ما شما را از خاک آفریدیم. شد. بعد یک انسان کامل که شد کم کم هی افت میکنه. زلفاش سفید میشه. کمرش خم میشه. اعصابش ضعیف میشه. دندونش عملی میشه. حافظش کم میشه. چشمش ضعیف میشه. فراموشی، ضعف، رنج، هی خود خود بیحال میشه تا مریض میشه. مریض میشه و کم 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 در لحظات مرگ میمیره. وقتی مرد جنازه‌شو خاک میکنن. جنازه رو خاک میکنه. جنازه که زیر خاک رفت کفن خاکی میشه. استخون ها میپوسه. تراکتور میاد زمین را زیر رو میکنه. باد میاد استخون های پوسیده را در همه زمین پخش میکنه. این میشه مسخره بازی. چون از خاک درست شدیم و به خاک برگشتیم. قرآن میگه اگر معاد نباشه شما بمیرید خاک بشید. میگه اولش خاک نبودیم. خواهی میشه مسخره بازی. در این بین چه میکنیم؟ در این بین کار میکنیم. برای چی کار میکنیم؟ برای که یه لقمه گیر بیاریم بخوریم. نون میخوریم. برای که جون داشته باشیم چی؟ کار بکنیم. کار بکن برای خوردن، بخور خاک کردن. کار کن بخور بخور کار کن، کار کن بخور بخور کار کن، کار کن بخور بخور کار کن. 70 سال تو این زندگی تکراری و بعد چی میشین؟ و بعدم پوچ میشین و بعدم میمیرین. بعد از مرگم که خبر نیست. شد؟ اگر فرض کنیم معادی نباشه مسخره بازیه. یا آیه رو میمیسن با هم بخونید. ا یعنی آیا افا حسدتون آیا این چنین حساب میکنید؟ آیا جهان بینی شما اینه؟ قرآن در کلماتی که میگه افحسبتم افحسبه جهان بینی های غلط را رد میکنه. انتقاد میکنه از دیدهای و تلقی و برداشت های غلط با تعبیرهای افحسبه یا افحسبتم ایحسبون. افحسبتم انما خلقناکم افحسبتم انما خلقناکم عبسا و انکم الینا لا ترجعون. آیا حساب میکنید که ما شما را عبث آفریدیم؟ راستی اگر مواد غذایی خاک بشه میوه، نطفه، طفل، انسان، دو مرتبه انسان چیز بشه، خب خاک بشه. میگه اولش خاک نبودیم. کار خدا کار است که به قول نظامی شاعر جمله میگه، میگه اگر ما بمیریم خاک بشیم، کار خدا کاری است که کوزه‌گر مست هم انجام نمیده. یه کوزگر مست حاضر نیست کوزه که ساخته بزنه بشین. کار خدا میدونی مثل کاری که مونه؟ مثل کار بعضی از کوچولوامونه که بادکنک میخرن، بادبادک میخرن 5001 تومن، هی بادش میکنن، بادش میکنن، بادش کردن، خوب که بادش کردن دو مرتبه بادشو خالی میکنن. واقعا مسخره. اگر یه معلم بیاد سر کلاس بگه بچه ها توجه کنین، بعد یه چیز دربدر بکشه بعد پاک کنه، دو مرتبه بگه خوب توجه کنید، یه مقدار که همچی که همه بچه ها میگن امروز استاد ما خوله. آقا اگر میمیسی چرا پاک میکنی؟ و اگر پاک میکنی چرا میمیسی؟ مثل یه خیاطی که یه پارچه رو میگیره قشنگ کک میزنه کک میزنه کک 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 تا آخر که کک زد بعد نخو میکشه دو مرتبه با کک 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 باز نخواهیم کشیم. مسخره بازیه. خداوند کک میزنه کک میزنه کک میزنه کک میزنه کک میزنه تا اینجا یک انسانه یه لوک دو لوک سوپر لوک دو مرتبه خواب میده خوابشون.
چی میشه؟ مسخره بازی میشه دیگه. اگر قیامت نباشه خود خدا گفته آفرینش هم مسخره. کدوم یکی از شما حاضرید یک سفره بچینید انواع مربا و میوه و ترشی و غذا و خورش و سبزی و نمیدونم فرض کنید چراغ و لامپ و لوستر و فرش و یک سفره عالی با زحمت خستگی خسته کننده یه سفره عالی بچینید بعدم چند تا گربه چند تا موش تو این سالون رها کن تو میداره بندید برید دیگه ترکیه ها باش باش. چی اجازه میده به خودش چه میگه آقا یک سالون قشنگ درست کن میخواد چه کنی بنده میخوام بمب بزنم منفجر کنم اگر من از این سالون رو منفجر کنیم پس چرا من این همه سالون را آقا میخوام برید طبقه دهم اونجا وصل به برق بشیم خب اگر بنات وصل به برق بشن چرا بنات طبقه دهم همینجا وصل به برق بشیم اگر بنات هیچ بشیم برای هیچی خلاصش اگر این قطار داره رو به نابودی میره قطار قرضم تمام هستیه اگر این قطار هستی داره رو به نیستی میره تو این قطار چه تو کوپه 8 بشینیم چه تو کوپه 7 بشینیم چه این طرف بشینیم چه وقتی خود قطار داره نابود میشه من در هر کوپه بشینم مهم نیست وقتی بنا سالون میخواد منفجر بشه تزیینش غلطه بنابراین اگر معاد باشه کار خدا غلط عوض افحسبتم انما خلقناكم عبثا شما حساب میکنید که ما شما رو عبث و یاوه آفریدیم و انکم الینا لا ترجعون از خاک آوردیم دو مرتبه خواهی همه زحمت بره چی؟ اگر بنا خاک بشین قیامت هست اگر نباشه رنگ این جهت نمیده باید اونجا هدف باشه اینجا هم وسیله باشه اصولا دید اسلامی اینه که از دنیا مزرعت آخرت دنیا مزرعه آخرته یعنی اینجا کاشت اونجا برداشت ما از دنیا با کمال احترامی که بهش میگیریم استفاده دنیایی میکنیم ازش مثلا فرض کنید که دنیا درباره مال تقریبا نظرش همینه میگه که اموال دنیا نظر استفاده مقدمه ازش باید باشه ببینید آقا یه وقت میخوام میگیم دنیا برای ما هدف باشد دنیا هدف باشد آخرت هم هدف باشه این نمیشه دو تا هدف نمیتونه باشه یه وقت بگیم دنیا وسیله باشه آخرت هم وسیله باشه اینم با چی؟ درست نیست بگیم دنیا هدف باشه اینم درست نیست اون دیدی که اسلام داره اینه که دنیا وسیله باشه و آخرت هدف باشه مثل آچار آدم با آچار وسیله میخواد پیچه رو باز کنه خود آچار هدف نیست لا تمسنسی یا کمرت دنیا از دنیا با دادم استفاده کنه استفاده چه؟ بتونه سرای دیگه اصولا دنیا کمه برای ما دنیا برای انسان کمه و ارزش ما بیش از دنیا هست. از همه گذشته ما یک تمایلاتی داریم هر چی در ما هست باید در بیرون یه چیزی عنایت کنیم مطلب یه خود ظریفه هر چی که در ما بود عنایت کنید هر چی که در ما بود باید در بیرون پاسخگوش باشه مثلا در ما احساس تشنگی هست در بیرون هم آب هست در ما احساس گرسنگی هست باید در بیرون هم غذا در ما شش هست باید در بیرون هم هوا باشه هر نیازی که ما در تو داشتیم و در درون داشتیم باید پاسخش در بیرون باشه یکی از نیازهایی که ما در تو داریم میل ابدیت هر انسانی میل داره هم سعادتمند بشه هم سعادتش قطع نشه میل به سعادت ابدی در انسان هست باید در خارج هم سعادت ابدی باشه و اصولا اگر ما بمیریم و قیامتی نباشه عدالت خدا کجا میره قرآن میگه فمنکم مؤمنون و منکم کافر یه عده مؤمنن یه عده کافر یه عده ظالم یه عده مظلوم بعدم همه میمیرن هیچ بشن خب پس چی شد جنایتکارا بمیرن هیچ بشن افراد فداکار و با اخلاص خودساخته هم بمیرن هیچ بشن خب پس عدالت خدا کجا میره اگر قیامتی نباشد عدالت خدا ثابت یعنی به عدالت خدا لطمه میخوره اگر خدا عادل است باید قیامت باشه منطقه بحث اینه
که چرا خدا در دنیا به ما جزا نمیده، این 7-8 جواب داره که فکر میکنم اگر واردش بشیم جوابها ناقص بمونه. یکی دوتشو میگم. سوال میکنم بسیار خوب، خدا روز قیامت ما رو زنده میکنه برای چی؟ برای چه حساب بکشه؟ با من عنایت کنید. خدا همینجا حساب بکشه. جوابش اینه که اگر خدا، البته جوابش در تجارت میگم، یک جمله اضافه کنم برای که ممکنه بعضی از دوستان در تیبت نباشن. یه جوابش اینه، 7-8 جوابش هم در جلسه بعد میگم. اگر خدا تو دنیا جزا بده ظلمه، بنده میزنم تو سر مظلوم دستم فلج بشه، تمام بستگان من نگاه میکنن دست من فلج قصه میخورن، در صورتی که بستگان من تقصیری ندارن. چون دنیا دار سرایت است، دار روابطه، بنده اگر ظلم کردم خدا تو دنیا جزام بده با دست فلج سوزدم تو سر مظلوم دستم فلج بشه، با دست فلج برم خونه همه بستگان من قصه میخورن، در صورتی که بستگان من تقصیری باید یه جای جزه ببینم که رابطه و سرایتی نباشه. البته نگید پس دست دزدم قطع نکنیم چون زن بچهش قصه میخوره. اونجا اگر خواسته باشیم مراد زن بچه دزد رو بکنیم، امنیت عمومی به هم میخوره. این بحث مقدمه باشه، جوابش در جلسه بعد. ولی خب یه جواب اجمالا دادیم، در دنیا اگر جزه باشه ظلم به دیگران میشه به خاطر روابط. این یه جواب مفصلش در جلسه بعد. شما رو تا جلسه بعد به خدا میسپارم. السلام علیکم و رحمت الله.